خب من 22 سال پیش از اسلام در اومدم. خب قرآن سوزی داشتیم تو ایران و در استکهلم من بارها تظاهرات های ضد اسلام برگزار کردم، به خصوص سر نقی شاهین نجفی. قبلا فیلماشو براتون گذاشتیم تو یوتیوب، هم هست میتونید ببینید. و بعد که من داشتم یه دفاع ظاهری از خامنه ای میکردم، اینا هزار تا توجیه میکردن که تمام اون توهین های گذشته من رو سفید شویی کنن. یعنی معیار اینا خامنه ای، شما از خامنه ای دفاع کن، ولی مثلا برای بگو که آقا معملت خرس، مهم نیست. منم همین کارو باشون کرده بودم. یکی از روشام این بود، میگفتم درود بر عزت نشان خامنه ای، مثلا زیر سبیلی دیگه میگفتم لعنت بر معملتون، معملتون زنباره است، علیتون پوفیوزه، ولی درود بر خامنه ای. خیلی راحت اینا کنار میان، ولی شما باورتون نمیشه. برای همین صحبت این بچه بسیجی رو براتون میخوام بذارم که ببین چی میگه. من اصلا دیگه حرفی ندارم برای گفتن تو این بخش، خود این داره حرفو کامل میزنه. گوش کنیم. من اگر رهبر، من اگر امام خامنه ای بهم بگه به اولی و دومی سجده کن، سجده میکنم. اگر بگه به پیغمبر توهین کن، توهین میکنم. میگه اگر خامنه ای به من بگه که به ممل توهین کن، توهین میکنم. گوش کن. ولی من، امام من، امام خامنه ایه، اعتقاد من اینه. امام خامنه ای گفته اولی و دومی سجده کن، من سجده میکنم. به اهل تسنن سجده کن، من سجده میکنم. به پیغمبر توهین کن، من توهین میکنم. این اعتقاد منه. اعتقاد منه. بگه که آقا برو به ممل توهین کن، توهین میکنم. به عمر و به ابوبکر سجده کن، سجده میکنم. باید امام خامنه ای بگه مثلا فرزن نماز نخون، اینا یه لحظه مثلا فرزن بگه آقا یه عمل حرام انجام بده، یا همین هایی که گفتن بگه، یه لحظه شاید مثلا جا بخورن. اما اعتقاد من اینه، یه حتی اگه خامنه بگه نماز نخون یا یه عمل زش انجام بده، مثلا لوات کن، بیا یه خورده با هم باجناق گرایی کنیم، بگه قنبل کن، مثلا رکوع قنبلی کن مثلا برای آقای در حقیقت چی بود یارو مرتکه که چیز شد اسمش هم داره یارو میره، رضا ثقفی. من جا میخورم ولی در نهایت قنبلمو میکنم. خاک تو سرم کنن، چقدر حرفای زشتی میزنم. خاک واقعا باید برم خودم جدی یه مقدار خلوت کنم، به حرفای زشتم یه مقدار فکر بکنم. هر چی بگی بگم چشم. من امنیتم از امام خامنه ای میگیرم. اگر امام خامنه ای نبود من مرده بودم، تا حالا جنگ داخلی از بین رفته بودم، چه واسه تو همون قنداقه که بودم کشته شده بودم، آوار رو سرم ریخته بود. امنیت جهان الان از امام خامنه ایه. من دارم دست و پا نشسته قابرنده بگم رسول الله، رسول الله، اسلام، اسلام. و اگر شعورش اونایی که داشته باشن باز یه مرحله بالاتر. اگر امام پناهیان بگه، امام پناهیان، به پناهیان میگه امام، وای میگه امام پناهیان. مرسی فوکس عزیز. ببین اینا خیلی خطرناکن، میگه امام پناهیان، دقت کن. باز یه مرحله بالاتر. اگر امام پناهیان بگه، امام پناهیان، وای از امام خامنه ای رسیدن به امام پناهیان. میگه امام خامنه ای که بگه که آقا گور بابای علی میگم، گور بابای ممل میگم، نماز نخون انجام میدم، بگه که آقا با جناق گرایی کن انجام میدم، حالا میگه امام پناهیان اگر بگه. دوباره بعد بگی. باز یه مرحله بالاتر. اگر امام پناهیان بگه به امام خامنه ای توهین کن، من میکنم. وای 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 وای، خیلی عالی بود، خیلی عالیه. میگه امام پناهیان بگه به خامنه ای توهین کن، توهین میکنم. فوکس مرسی بابت استیکه. ارمک و آقا خامنه ای بگه که به محمد و علی و قرآن و نماز نخونه، همه اینا توهین کن، توهین میکنم. میگه حالا از این بالاتر امام پناهی، آقا پناهیان بشه، فکر کنم بشه ولی فقیه بعدی، دارم برنامه اینجا. میگه امام پناهیان بگه به خامنه ای توهین کن، توهین میکنم. باز یه مرحله بالاتر. اگر امام پناهیان بگه به امام خامنه ای توهین کن، من میکنم. و خود امام خامنه ای هم خوشحال میشه که اگر بشنوه یه نفر نسبت به علمدارش اینقدر محکمه،
خود امام خامنه ای هم خوشحال خود خامنه ای حال میکنه که من نسبت به علمدارم که آقای پناهیانه اینقدر معتقدم، میام به خامنه ای میگم خامنه ای گور بابا بیا توف کنم تو صورتت. بعد خامنه ای چرا این کارو کردی؟ میگه من از علمدارم حرف شنوی کردم، امام پناهیان. خامنه ای میگه آفرین پسرم، مرسی، بذار صورتمو حالا پاک کنم. خیلی عالی. حالا من این مثال رو زدم که این بچه مومن ها میگن که آقا خب اینا قبلا توی حرف مثلا میگفتن آقا یه مومن از یه سوراخ دوبار نیش نمیخوره، ولی در عمل محمد از هیچ سوراخی نمیگذشت. یعنی میگه آقا آدم مومن در عمل از سوراخی نمیگذرد. ما چرا داریم دهنتون سرویس میکنیم؟ چون یک ایران پرست واقعی، یه آدم عاقل ایران پرست هم از سوراخ شما مؤمنین نمیگذرد. دهنتون رو سرویس کردیم، برنامه رودست رو فرستادیم تو سوراختون، پارتون میکنیم. اینم از این داستان گفتم که تکمیلش کنم.